به نام خدا. سلام، به اپیزود 49 هم از سلفی کست خوش اومدید. سلفی کست در مورد خودشناسیه و در این برنامه میخواییم راجع به تئوری مایندست یا طرز فکر خانم کارل دوک صحبت بکنیم. خانم دوک استاد روانشناسی دانشگاه استنفورده که تحقیقات گسترده‌ای رو راجع به باورهای انسان و تأثیر اونها در زندگی انجام داده که منجر به تئوری مایندست یا طرز فکر شده. در این تئوری ما با دو طرز فکر یا باور سر و کار داریم، طرز فکر ثابت و طرز فکر رشد که کاملا متضاد هستند. یعنی در هر زمینه و موضوعی افرادی که این طرز فکرها رو دارن مخالف همدیگه هستن. مثلا در مورد هوش و شخصیت، کسایی که طرز فکر ثابت دارن میگن اینها صفات ثابت آدم ها هستن، ولی افرادی که طرز فکر رشد دارن معتقدن با آموزش دیدن و تمرین کردن میشه باهوشتر شد و شخصیت رو هم میشه ارتقا داد. طرز فکر ثابت ها شکست رو به معنای وجود مانع، نمره بد، از دست دادن یک تورنمنت، اخراج شدن، مورد بی‌اعتمادی قرار گرفتن و باهوش و با استعداد نبودن میدونن. در حالی که طرز فکر رشدی ها شکست رو به معنای رشد نکردن، نرسیدن به اون چیزایی که ارزشمند بوده و استفاده نکردن از توانایی هاشون میدونن. طرز فکر ثابت ها معتقدن همسر ایدئال کسیه که اونها رو بی‌عیب و نقص بدونه، به اونها احساس عالی بودن بده و اونها رو پرستش کنه. در حالی که طرز فکر رشدی ها میگن همسر ایدئال کسیه که اشتباهات و ضعفاشون رو ببینه و برای برطرف کردنشون کمکشون کنه. علاوه بر این اونا رو برای تبدیل شدن به فرد بهتر به چالش بکشه و به یادگیری چیزهای جدید تشویق کنه. در کتاب طرز فکر خانم دوک گفته معروفی رو میاره که ظاهراً ضرب المثل قدیمیه که میگه شدن بهتر از بودنه. من میخوام این جمله رو با یک مثال فوتبالی توضیحش بدم. ببینید، رونالدو و مسی سالها برای بهترین بودن رقابت داشتن، اما مسی با استعداد ذاتی خودش موفق شده بود، ولی رونالدو با تلاش فراوون به اون جایگاه رسید. مسی از اولش هم خوب بازی میکرد و به اصطلاح فوتبال تو خونش بود، اما رونالدو اولش به این خوبی نبود و با تلاش به این جایگاه رسید. بنابراین در مورد مسی اهمیت استعداد رو میبینیم و در مورد رونالدو اهمیت تلاش و طرز فکر رشد رو میبینیم. رونالدو هیچ وقت به این فکر نکرد که چون استعدادش به اندازه مسی نیست نمیتونه به اون جایگاه برسه، بلکه تلاش کرد و به خواستش هم رسید. پس میتونیم نتیجه بگیریم که هم استعداد و هم تلاش مهمن و والدین ما باید علاوه بر پیدا کردن استعداد فرزندانشون، تلاش کردن و طرز فکر رشد بچه ها رو هم تشویق بکنن، فارغ از هر نتیجه‌ای که بچه ها میگیرن. ممکنه فرزند شما برای نمره بالا گرفتن خیلی تلاش بکنه ولی نمره بالایی نگیره. در هر صورت شما باید تلاشش رو تقدیر بکنید و ازش تشکر بکنید. حالا با توجه به این توضیحات، طرز فکر شما چیه؟ لطفاً با خودتون صادق باشید. اگر در زمینه ای طرز فکر ثابت دارید، وقتشه که تغییری بر خودتون ایجاد بکنید و طرز فکر رشد و جایگزین بکنید. برای اینکه در هر زمینه ای طرز فکر رشد رو داشته باشید، یک قانون ساده اما بسیار مهم وجود داره. در هر موقعیتی همه ی تلاشت رو بکن و بهترین کاری رو که میتونی انجام بده تا پیشرفت داشته باشی. یعنی فرقی نمیکنه که موقعیتت چقدر وحشتناکه، شما فقط باید به فکر یک پیشرفت خیلی کوچیک باشی و اگر اون پیشرفت حاصل بشه، یعنی شما طرز فکر رشد داری و میتونی اون رو بیشتر بکنی و در نهایت با پیشرفت به اندازه کافی به هدفت برسی. امیدوارم که شما هم در هر موقعیتی بهترین تصمیم رو بگیرین و بهترین کار ممکن رو انجام بدین و همیشه و تحت هر شرایطی به فکر بهبود باشید. در یک کلام، طرز فکرتون طرز فکر رشد باشه. دوستان لطفاً انتقادات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. لطفاً کانال یوتیوب رو دنبال بکنید. اگر سوالی داشتین از طریق کامنت ها بپرسید و منتظر اپیزودهای بعدی ما باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.